نیست. از یک ساعت پیش صدای گلوله شنیده شده، هم صدای خمپاره هم صدای گلوله از سمت آبالون شنیده میشه. گویا حمله زمینی بوده، درگیری دیگه تن به تن هست. مثل صبح دیگه موشک و خمپارهای سنگین یا گراد دیگه نیست، حمله دیگه داخل شهری میشه گفت هست. هر 5 دقیقه به 5 دقیقه صدای گلوله میشنویم. شهر کاملا خالی شده، گویا مسئولین همه رفتن. اول اعلام کردن ساعت 10 حکومت نظامی، بعد تغییرش دادن به ساعت 5. ما به سرعت حرکت کردیم به ایستگاه، به سمت ایستگاه راهن. جمعیت خیلی زیادی توی ایستگاه راهن جمع شدن به امیدی که بتونن از شهر خارج بشن. میشه گفت که الان ایستگاه راهن کار نمیکنه، درها رو بستن که احیانا نیروهای نظامی وارد این قسمت نشن. اینجوری میخوان دفاع کنن از شهروندان. من فکر میکنم فاصله زیادی نیروهای نظامی روسیه ندارن. از یه ساعت پیش که شروع کردن فاصله حدود 5-6 کیلومتر بود، صدای گلوله رو از 5-6 کیلومتری میشنیدیم. الان من این صدا رو دیگه از 1 کیلومتری میشنوم. تقریبا نزدیک 2-3 دقیقش که صدا دیگه نمیاد. ما منتظریم ببینیم کی به اینجا میرسم. من فکر میکنم که بیشتر از یک شب نکشه که کیف سقوط کنه. بله. و خب فکر آقای میکنم همه شما... مردم منتظرن که ببینن کی پرچم دورنگشون پایین میاد و پرچم سرنگ برافراشته میشه بر این شهر. آقای شهریاری، شما از ایرانیان و دانشجویان ایرانی هم خبر دارید؟ ببینید الان من که تو ایستگاه بودم، شهروندان کشورهای مختلف و خارجی زیاد بودن اینجا. توشون یه تعداد ایرانی هم بود. متاسفانه وقت نبود که بشینیم باهاشون صحبت کنیم. همه نگرانن، همه استرس دارن. دوباره آژیر خطر کشیده شد. من فکر میکنم که درگیری ها، اگر صداش بیاد میشنویم که درگیری ها بسیار نزدیکه. من صدا رو فکر میکنم از خیابون پشتریمون داریم میشنویم. بله، یه مقداری صداش میشنویم. خیلی ممنون از شما. باهاتون خداحافظی میکنیم. از کل شهر صدای گلوله میاد. من فکر میکنم که نیروهای روسی وارد شهر شدن. تا حالا درگیری تنبتر نبوده، صدای گلوله نمیومد، ولی از الان معلومه که دیگه صدای گلوله میشنویم. از اینکه که معنیش اینه که وارد شده. ما دقیقا روبروی ایستگاه راهن کیف هستیم. جمعیت همه داخل هستن.